اعتراض کشاورزان گتبند در استان خوزستان. گومیشان در استان گلستان مجدداً به زیر آب رفت. آخوند روحانی: امکان ندارد سیل نداشته باشیم و خسارت وارد نشود. ارتباطی که به روستاهای ویسی و روستاهای چمربان بر اثر سیلاب تخریب شده، واقعا زمین‌های کشاورزی هم در خطر جدی هستند. مردم هم اینجا نگرانند از این موضوع. سیلاب جاده کمربندی روستای حیدر و روستای ویسی در شهرستان گتبند در استان خوزستان را تخریب و به مزارع کشاورزان خسارت وارد کرد. همچنین دیواره سیل بند قدیمی تخریب و زیر آب رفته است. حدود 1000 هکتار زمین کشاورزی در این منطقه در خطر تهدید سیل قرار دارد. کشاورزان این منطقه به بی‌عملی و بی‌توجهی کارگزاران دزد و غارتگر به این سیلاب اعتراض کردند. سیلابی که پشت سر ما می‌بینید، هولوش 2300 متری مونده تا روستای در اینجا 900 هکتار زمین کشاورزی مستعد کشاورزی بخش اخیری داره تخریب میشه. متأسفانه هیچ مسئولی هم نیومد. حدود سیل بند ما قبلی جای خود رودخونه مشاهده کنه، از اون نزدیک اون درخت ها مثلا بوده. ما خودمون زمین داشتیم اینور حدود 1 هکتار زمین آب برده. زمانی که مثلا سیل بند ما قبلی داشتیم اونجا تقریبا 2300 متر با رودخونه فاصله داشته. سیل بند قبلی رفته، سیل بند دومی هم رفته، هیچ کسی کاری برای ما نکرده. حدود الان در گومیشان در استان گلستان هر لحظه میزان آب افزایش می‌یابد. آب‌های جاری که در چند روز گذشته در دشت گسترده شده بودند به گومیشان رسیده است و برخی مناطق این شهرستان به زیر آب رفته است. همه راه‌های ارتباطی این شهر مسدود شده است. مردم برای تردد به شهر از قایق استفاده می‌کنند. بر اثر واژگون شدن یک قایق موتوری در رود کارون در بخش سوسن، از توابع شهرستان ایزه در استان خوزستان 2 هموطن غرق شدند و اجساد آنها تاکنون پیدا نشده است. آخوند محمد جواد علی اکبری در جامعه بازار تهران با نگرانی از افشای سیاست‌های ویرانگر رژیم که باعث گسترش ابعاد فاجعه بار سیل شد گفت: اگر مقصرانی هستند، کوتاهی‌هایی شده، نباید قضاوت‌های زود هنگام و بدون مطالعه وارد فضای افکار عمومی بشه و دلسرد کننده باشه. این سیل هم منحصر به ملت ما نیست، در جاهای دیگه هم داره این اتفاقات مختلف رخ میده. آخوند روحانی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران در استان خوزستان بر زخم مردم سیل زده و داغدار نمک پاشید و گفت: این که کسی فکر کنه ما در یک روزی کشور ما در یک مقطعی قرار میگیره که سیل نخواهیم داشت یا سیل خسارت نمیزنه نیست. آخوند روحانی در بخش دیگری از سخنانش با نگرانی گفت: در زمینه اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستیم. سال 98 مثل 97 ما باز هم در تحریم هستیم، در فشار تحریم هستیم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در نشست ایده های 2019 در مؤسسه نشنال ریویو گفت: رژیم ایران بزرگترین تهدید ثبات در خاورمیانه است. این مسئله را بارها گفتم. لازم نیست در خاورمیانه زیاد جستجو کنید و یا با افراد زیادی صحبت کنید تا به این نتیجه برسید که رژیم ایران تهدید نخست در برهم زدن ثبات در منطقه است. آمریکا فعالیت گسترده دیپلماتیک و مقابله با شبکه مالی رژیم ایران را در دست اجرا دارد. حدود 1 میلیون نفر در الجزیره پایتخت الجزایر در خیابان‌های این شهر تظاهرات کردند و خواستار کناره‌گیری عبدالعزیز بوتفلیقه
رئیس جمهوری این کشور از قدرت هستند. رئیس ستاد ارتش الجزایر و حزب ائتلافی در دولت این کشور نیز خواهان برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه 82 ساله هستند.